سلام دوستان، خوش آمدید به شبکه بیوگرافیا فیلم. امروز ما درباره یکی از سیماهای مشهور تاجیک زلیخا محمدشایوا حرف میزنیم. زلیخا محمدشایوا آوازخوان جوان مشهور تاجیک به حساب میرود. زلیخا با آواز قوی، سیمای زیبا در سرودها و تصویر غیرعادی دل میلیون ها را به خود تاثیر نموده است. سراینده با طرز جدی و لباس های اروپایی و ملی به صحنه برآمده، طرز و اسلوب خود را معرفی نموده، از جانب بیننده خوب قبول گردیده است. زلیخا محمدشایوا 9 سپتامبر سال 1993 در ناحیه فرخور جمهوری تاجیکستان تولد شده است. مادر دختر به حیث رقاصه کار میکرد. زلیخا دختر کلان اویلا بود. زلیخا 3 برادر و خواهر دیگر دارد. دخترچه کودکی خود را در زادگاه در ناحیه فرخور گذرانیده است. برادران و خواهران میگویند که زلیخا از جهت خاکساری و مهنت دوستی برای آنها نمونه بود. زلیخا محمدشایوا در مکتب میانه رقمی که زادگاهش تحصیل نموده است و از خورده آرزوی آوازخوان مشهور شدن را در دل میپروریده است. همچنین او یک مخلص ستاره درخشان تاجیک، منیژه دولتوا به حساب رفته، آوازخوان جوان در سرودهای اولین خود و ایجادات او تقلید میکرد. 9 سپتامبر سال 2011 زلیخا بار اول با طرز حرفه‌ای در نزد حاضرین برآمد کرد. محمدشایوا در روز استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان سرود وطن را سرایید. در کار من بعد موضوع عشق بر موضوع وطن دوستی غالب شدن گرفت. در سال 2011 زلیخا سرود شب است و ماه روشن را با سراینده جوان فیض‌علی فاضلوف سرایید و برای این سرود ویدیوی مشترک نیز به نوار گرفتند. زلیخا محمدشایوا را سرود کبوتر مشهور کرد که سال 2011 پیشکش مخلصانش گردانیده بود. پس از ثبت آلبوم اولین خود او معروفیت پیدا کرد. آوازخوانش جوان محبت جوانان تاجیک را به دست آورد. مخلصان قید میکنند که کمپوزیسیای زلیخا روحیه شکست‌ناپذیر جوانان را در بر میگیرد و برآمدهای محمدشایوا را با صبرانه انتظار میکشند و برای نیروی تازه گرفتن به کنسرت‌هایش میروند. پس از دور اول معروفیت محمدشایوا آلبوم دومین خود را با نام میخندم پیشکش هوادارانش نمود. کلیپ ها و سرودهای آوازخوان در پلتفرم ویدئوی یوتیوب میلیون ها تماشابین پیدا میکنند، اما درآمد اساسی آوازخوان در توی ها و جشنواره های دیگر به دست میآید. با گفته خود سراینده، اجرای یک فرمایش محمدشایوا زیاده از $1,800 را تشکیل میدهد. زلیخا هفته 4-5 مراتبه در تویها برآمد میکند. سال 2014 سراینده کلیپ سرود تویانه را برآورد. خود همان سال محمدشایوا سرود نوی دل دیوانه را ثبت کرد. سراینده در هر یک کنسرت تویانه و دل دیوانه را زمزمه میکند. سال 2015 زلیخا محمدشایوا با کنسرت نوی نودنی حال به سفر هنری خود به خارج کشور و همسایه کشورها سفر نمود. خود همان سال زلیخا محمدشایوا اولین کنسرت خود را در مسکو برگزار کرد. زلیخا محمدشایوا در صحبت اعتراف کرد که اویلاش انتخاب سراینده شدن را دستگیری نمی کردند. دوستان سراینده علل خصوص آهنگساز بهرالدین صبور تک یکاه اجراگر جوان به حساب می رفت. خویشاوندان آهسته آهسته انتخاب کسب را برای زلیخا معقول دانستند و تنها درک کردند که دختر واقعا سرود خوانده می تواند و تدریجا معمول می شود. سراینده میکوشد که حیات شخصی خود را تبلیغ نکند. حتی آوازخوان معروف تاجیک زلیخا کوشش میکند که انعنه های شرقی را رعایت کند که خاکساری و پاکدامنی را برای زنان مقرر میکند. محمدشایوا اویلادار و یک پسر دارد. در وقت خالی سراینده خوراکپزی را دوست میدارد. خوراک دوست داشته زلیخا لگمان به حساب میرود. زلیخا محمدشایوا در اینستاگرام اکاونت دارد. قریب 800,000 مشتریان کار سراینده را پیگیری میکنند. محمدشایوا و طرز حیات سالم را ترجیح میدهد. پیش از آن که دختر مشهور شود، زلیخا به دویدن برآمده در حجره فیتنس مشق میکرد، اما از سبب زیاد شدن سرباره سراینده مجبور شد که ایجادیات و ورزش را انتخاب کند. در آخر سال 2016 سراینده سرود بای بای و ویدیو تیزری این سرود را پیشکش کرد. کلیپ سرود بای بای در امارات متحده عرب به نوار گرفته شده است. 1 اپریل سال 2017 ریمکس این سرود در گروه زلیخا در وکانتاکت پیدا شد. ماه مارس سراینده در سومین سالانه تماشا و میوزیک اوورد شرکت کرد. 29 اپریل سال 2017 نیز در مسکو یک کنسرت نوین خود را برگزار کرد.
ماهی مای سال 2017 کلیپ سرود نو زلیخا با نام ممنونم که هنگام کنسرت بای ثبت شده است از آستانه 4 میلیون تماشابین در یوتیوب گذشت. اینچنین ماهی مای زلیخا ممشوی و در استکهلم کنسرت داد. خود همون سال سراینده جوان خود را همچون مدل مود آزمود. زلیخا در عکسبرداری برای دوکانی مود خرم نقش آفرید. خود سراینده برای نمایش ها لباس های برند مود مراد طراح تاجیک مراد بابو قلوف را می پوشد. آوازخوان نقشه دارد که در انتالیا و بودروم کلیپ نو بنوار بردارد. در اینجا به سراینده موفقیت را تمنا نموده در اینجا با یک و یک شمایان عزیزان خیر و خوش میکنیم. حتما به شبکه‌ها نشوید و نوارهای نو را انتظار شوید.